میشه رنگ آسمون زمینمون، وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه. میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. میشه رنگ آسمون زمینمون، وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه. میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. سلام گرمی خدمت شما بینندگان عزیز دارم. از طرف خودم و همکارانم در شبکه 107 از استودیوی لندن، عید نوروز و فرارسیدن بهار نو رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که ایام شاد و خوبی رو در کنار دوستان و خانواده خودتون سپری کرده و کماکان سپری میکنید و واقعا آرزوی سالی پر از برکات جدید از طرف خداوند برای زندگی تک تک شما عزیزان داریم باشد که اراده نیکوی خدا در زندگی شما کرده بشه. و اما خوشحالیم که با اولین برنامه زنده از این استودیو در سال جدید در خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع برنامه امروز بسیار مهم هست، در رابطه با قدرت زبان هست و خیلی خوشحال هستیم که مهمان محترم برنامه ما خانم لوئیز مخوف هستند. خوشحال میشیم که از طریق راه‌های ارتباطی برنامه که تا لحظاتی دیگه مشاهده میکنید با برنامه ما تماس حاصل کنید. اگر سوالی، نظری یا تجربه‌ای در رابطه با بحث برنامه دارید با ما در میان بگذارید. پس با ما باشید. دوستان عزیز خیلی خوشحال هستیم که امروز تولد 2 سالگی برنامه‌های همراه با شماست و خیلی خوشحال هستیم که خدا فیض بخشید تونستیم این 2 سال رو با کمک کارگردان برنامه و افرادی که در این برنامه‌ها نقش بسیار مهمی داشتن، این برنامه‌ها رو با کمک خدا انجام بدیم و شما هم خیلی ممنون برای حمایت‌هاتون در مشاهده برنامه‌ها، برای تماس‌ها، تلفن‌ها و نظراتی که با ما در میان گذاشتین. یک مورد رو فقط می‌خواستم اینجا تذکر بدم دوستان عزیز که این هفته به دلیل تغییر وقت برنامه‌های ما استثنا در طول این هفته 1 ساعت زودتر خواهد بود، مخصوصا برای کشورهای اروپایی. پس شما وقتی رو که برنامه رو مشاهده میکنید 1 ساعت زودتر نگاه بکنید، ولی این وقت برای ایران کماکان همون وقتی است که در گذشته بود. خب دوستان، بحث امروز ما در رابطه با زبان هست.
میدونیم که زبان ما چقدر مهم هست و واقعا هدیه ای هست که خدا به ما انسانها داده و یک هدیه منحصر به فردی هست. ما از طریق زبانمون میتونیم صحبت بکنیم، میتونیم با دیگران ارتباط برقرار بکنیم، میتونیم افکارمون، ایده هامون رو بیان بکنیم و خیلی استفاده های مختلفی میتونیم از این زبان بکنیم. ولی متاسفانه وقتی هم هست که ما از زبانمون به طرز منفی استفاده میکنیم و با زبانمون حتی خطاها و گناهانی رو مرتکب میشیم و همینطور که کلام خدا هم میگه گاهی وقتا زبان ما میتونه مثل اون جرقه آتشی باشه که یک جنگل خیلی بزرگی رو میتونه آتیش بزنه و بسوزونه، پس میتونه خیلی ویرانگر باشه. ولی ممکنه شما که این برنامه رو عنوانش رو دیدید فکر کنید که من انسانم و میلغزم، چطوری میتونم واقعا زبانم رو مهار بکنم؟ یه وقتی شرایط ایجاب میکنه یک حرفی رو بزنم یا دچار مرتکب گناهی بشم که دست خودم هم نیست، مجبور میشم. آیا واقعا من باید زبانم رو همیشه مهار بکنم؟ دوستان، من قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنیم یک آیه رو میخوام در این مقدمه براتون بخونم که ممکنه انگیزه ما رو برای شنیدن به صحبت‌های خرلوئیس قوی تر بکنه. در رساله یعقوب باب 1 آیه 26 میگه که آن که خود را دیندار بداند اما مهار زبان خیش را نداشته باشد، خیشتن را میفریبد و دیانتش باطل است. اگر که ما خودمون رو دیندار میدونیم، اگه خودمون رو مسیحیان تولد تازه یافته میدونیم، نتونیم زبان خودمون رو مهار بکنیم، به نظر میاد طبق کلام دیانت ما یا حتی مسیحیت ما هم ارزشی نداره. پس ما حتی اگر میلغزیم، حتی اگر انسان کاملی نیستیم، مهم هست که سعی بکنیم زبان خودمون رو تا حدی که میشه مهار بکنیم. و خیلی خوشحال هستیم که در برنامه امروز با کمک خواهر لوئیس به برخی مقولات نگاه میکنیم در رابطه با خود زبان، ارتباطش با فکر و احساسات ما، در رابطه با مشکلات زبان نگاه خواهیم کرد، کلام خدا چه تعلیمی در رابطه با قدرت خرابی و بنای زبان ما میگه، چطوری میتونیم از زبانمون استفاده کنیم و بالعکس سوء استفاده بکنیم، و همچنین چه راههای عملی هست که ما میتونیم در پیش بگیریم تا بتونیم از زبانمون استفاده درست رو بکنیم. پس چقدر خوب است در این روزهای عید، هرچی ما خونهامون رو خونه تکونی کردیم، همه چیز رو نو کردیم، بیان رو زبونمون هم یکم کار کنیم، ممکنه زبونمون هم احتیاج داره به خونه تکونی. خب خوشحال هستیم که خرلوئیس عزیز در بین ما هستن. خرلوئیس برنامه خیلی خیلی خوش اومدید و عید نوروز و بهار جدید رو به شما قلبا تبریک میگم. ممنونم روزیتا جان، همینطور به شما تبریک نوروز میگم، همینطور به بینندگان عزیز نوروز به همه شما مبارک باشه. خوشحالیم که در علارغم دید و بازدیدهای عید تصمیم گرفتید که با ما همراه باشید و امیدواریم در این اولین برنامه زنده که من افتخارشو دارم در این برنامه شرکت کنم، بتونیم توجه کامل شما را در مورد موضوعی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم داشته باشیم. آمین. خیلی خوشحالم دوباره با شما هستم. بله خرلوئیس، ما هم خیلی خوشحال هستیم، برای ما هم باعث افتخاره که میتونیم در اولین برنامه زنده در خدمت شما و همچنین خدمت بینندگان بسیار عزیز باشیم و خدا رو شکر میکنیم که خدا به ما فیض بخشید یک وارد یک سال جدید دیگه ای شدیم. بله درست. خب خرلوئیس، چقدر موضوع خوبی انتخاب کردید برای برنامه امروز. چقدر موضوع مهمی هست، مخصوصا در این ایام عید چقدر خوبه که ما یه مقداری موضوع زبان رو هم در نظر داشته باشیم. بله. خوشحال میشم اگه مقدمه در رابطه دارید بگید. بله. خب این عضو کوچک تو دهن یا در بدن جزء اعضای کوچک حساب میشه، هممون شاهد هستیم که چه قدرتی درش هست. بله. کمابیش ما در زمان خشم و عصبانیت از این مورد استفاده کردیم، از این عضو استفاده کردیم و به سرعت به جای اینکه مطلبی رو بشنویم فوری پریدیم به نتیجه مسئله، سریع نتیجه گیری کردیم. اگه خودمونم این کار رو نکردیم، تازه شک دارم هیچ انسانی نکرده باشه این رو، شاهد بودیم که دیگران چطور، یعنی شاهد بحثای لفظی بودیم، شاهد رد و بدل کردن کلماتی که در حین خشم گفته شده، شاهد این بودیم که حتی در موضوعهای عادی چطور کلماتی استفاده شده، حالا یا غلو بوده یا تعارف بوده یا یه چیزایی که خلاف حقیقت بوده، در هر حال این عضو کوچک رو ما در شبانه روز به
میزان خیلی زیاد داریم استفاده میکنیم. دانشمندان اونایی که روی مغز مطالعه میکنن حد نصاب میگن که ما بین 30 تا 60 هزار تا بستگی به جنسیت داره در طول روز ما کلمات استفاده میکنیم که خانوم ها تازه 2 برابر آقایون، برای اینکه حجم قسمت گفتاری مغز خانوم ها به خاطر لغات بیشتری که استفاده میکنن حجم بیشتری هم میگیره، چون ما خیلی همه چی رو میخوایم خوب توضیح بدیم، بنابراین حجم بیشتری هم میگیره. آقایون نه، مستقیم میرن سر اصل مطلب. بنابراین یه وسیله ایه که در طول روز، در شبانه روز مرتب به اندازه نفس کشیدن ها مونین داره استفاده میشه. خب در این راستا ما افرادی رو داریم که میشناسیم، افرادی که عجولن، داریم حرف میزنیم یا میپرن وسط حرف، یا خودمون این کارو میکنیم، یکی دیگه داره صحبت میکنه فورا میپریم وسط حرف. ما نمونه خیلی بارزی داریم در کتاب مقدس، پتروس رو، که وقتی که در اون چیز هیئت در کوه که جایی بود که مسیح و ایلیا و موسی ظاهر میشن، انقدر هاج و واج میشه و نمیدونه چی بگه و فکر میکنه که باید چیزی بگه، میاد یه چیزی میگه کاملا بی ربط و ربطی نداره، میگه او خوبه ما اینجا هستیم، ما میتونیم برای شما 3 تا سایبان درست بکنیم. اصلا صحبتی که پتروس کرد در این مقوله با اون مطلبی که اتفاق افتاده، با واقعی که اتفاق افتاده، یه چیز کاملا بی ربطیه، هیچ ربطی نه، معلومه هاج و واج شده، گیج شده و چون شخص عجولیه میخواد یه چیزی بگه، یه چیز بی ربطی میگه. و امثال اینها خب خیلی هستن که اینطوری خوبه که حرف بزنیم، یه چیزی بگیم، ولی اینم خوبه که با احتیاط صحبت بکنیم، با احتیاط از این وسیله استفاده بکنیم که ما چه کلماتی رو به کار میبریم، چون که حقیقتاً کلمات ما قوه بنا و قوه تخریب داره و این یک واقعیتی هست که شاهد هستیم، بر ما اتفاق افتاده، خودمون بر دیگران وارد کردیم، در اخبارها میبینیم که سر همین این مسائل لفظی جنگ‌های ایجاد میشه، خانواده‌ها به هم میریزن، دعواهای کشوری اتفاق میفته. بنابراین قوه کلام خیلی بالاست، زبان هم قوه بنا داره هم قوه تخریب داره. پشت‌بند این ادعا ما آیه خیلی معروفی داریم در امثال سلیمان و میخوام از فرصت استفاده بکنم به بینندگان عزیز بگم اگر دسترسی دارید به کتاب مقدس، کتاب امثال سلیمان رو هر طوری شده فراهم بکنید و این رو خوب با دقت بخونید، برای که کتاب امثال سلیمان درباره استفاده حکیمانه از زبان خیلی حرف زده. مخصوصا یک آیه جالبی داره، میگه زبان حکیمان علم را زینت میبخشد. منظور چیه؟ ما هر دانشی داریم، هر معرفتی داریم، اگر زبان حکیم داشته باشیم ما زیبایی میدیم به اون دانش، یعنی باعث میشه که کسی که میشنوه جذب بشه و حرفای ما رو به دقت گوش بده، بنابراین میتونیم توجه اونا رو داشته باشیم. همطور که گفتم در پشتبند مسئله قدرت زبان که گفتیم قوه بنا داره، قوه تخریب داره، این آیه هست در امثال 18:21 میگه که موت و حیات در قدرت زبان است و آنانی که آن را دوست می‌دارند میوه‌اش را خواهند خورد. قدرت موت و حیات، ببینید مرگ و زندگی، ما یک عضوی داریم کوچک که مرتب داره میچرخه، حالا علاوه بر خوردن، چون زبان که فقط برای تکلم، برای تنطق که فقط استفاده نمیشه، برای خوردن و جویدن هم استفاده میشه. بنابراین این وسیله‌ای که اینقدر مفیده، شما اول برنامه اشاره کردید که بسیار مفید هستش این، ما چقدر این رو به شکل غلط ازش استفاده میکنیم. در همین راستا کتاب رساله یعقوب هستش که در مورد زبان میگه، میگه با همین زبان ما خدا رو مبارک میخوانیم، در واقع میریم دعا میکنیم، کبریایی خدا رو میخونیم و همینطورم با همین زبان مردم رو لعنت میکنیم، یا تو ماشین داریم خیابون رانندگی میکنیم یا یکی میپیچه جلوی ما، آی نمیدونم فلان، یه نسبتی میدیم. خب اینها استفاده غلط و همین وسیله دعا میکنه، همین وسیله لعنت میکنه، همین وسیله کبریایی خدا رو، جلال خدا رو در جمعی که لازمه میگه، دعاشو میکنه، یا اینکه در حضور خدا خیلی خوب استفاده میشه، به همون نسبت در زندگی روزانه، حالا
بگیریم مثلا ما یک ساعت در روز دعا میکنیم، مثلا فرض من بر اینه که یک ساعت، بعضیا خیلی کمتر بعضیا خیلی بیشتر، بگیم یک ساعت دعا، 23 ساعت دیگر رو اگه ما 7 ساعت خواب باشیم، بقیه ساعت 16 ساعت رو ما داریم از این زبان به غلط استفاده میکنیم. و این همون آیه هست میگه که چطور میشه ما با زبان خودمون هم خدا رو مبارک بخوانیم هم مردم رو لعنت کنیم. همون جرقه آتش که رساله یعقوب بهش اشاره میکنه، یه جرقه کوچیک، شما یه چیز کوچیک، ما در اخبار میبینیم جدیداً هم در استرالیا این قضیه اتفاق افتاد، تو آمریکا بارها اتفاق میفته، حتی گرمای شدید زیاد، یه چیز کوچیک که گرم شد میتونه آتش تولید کنه و آتش سوزی که چندین و چند روز ممکنه طول بکشه. زبان یه همچین قوه‌ای در خودش داره، عضو کوچکی هست ولی سخنان کبر آمیز میگه. میگه خدا و پدر را به آن متبارک میخوانیم و به همان با همون زبان مردمانی رو که به شکل خدا آفریده شدن ما اینها رو لعنت میکنیم. از یه دهن هم برکت بیرون میاد هم لعنت، از یه چشمه چطور میشه هم آب شور در بیاد هم آب شیرین. یا باز مثال میاره میگه درخت انجیر آیا زیتون میاره؟ آیا درخت ما انجیر تولید میکنه؟ هر چیزی هم نوع خودش رو باید تولید بکنه. بنابراین قابلیت استفاده حکیمانه خیلی خیلی بسیار مورد توجه خدا هست و تشویق میکنه، چون که میگه از یه چشمه نمیتونه دوتا چیز جاری بشه. و عملا هم کجا شما دیدید همچین چیزی رو؟ امکان نداره بر کره زمین شما چشمه ای رو ببینید هم آب شور بده هم آب شیره، امکان نداره. ولی کماکان میبینیم که ما به عنوان انسان ها این چشمه رو چطور داریم فعالش میکنیم. هر دوتا چیز، فقط انسان ها نیتارن، فقط انسان ها این چیز رو دارن که از یه چشمه دارن هم آب شور میدن هم آب شیرین. گفتم هدف خدا برای ما اینه که ما زبان خودمون رو حکیمانه استفاده بکنیم، ولی متاسفانه همه ما این رو انجام نمیدیم. مثل پتروس، بدون اینکه فکر بکنیم، بدون اینکه دقت بکنیم چی داریم میگیم، فقط به زبان میاریم و نشون میدیم که چقدر پرتیم. واقعا خیلی ممنون خرلویز، چقدر به آیات مهمی اشاره کردید، مخصوصا از امثال 18:21 که بعدا در این رابطه سوالاتی هست که میخواستم بپرسم. ولی چقدر خوب میشه خرلویز کمی ارتباط زبان رو با فکر و احساس توضیح بدین، چون قطعا این کلماتی که از زبان که یک ماهیچه کوچیکی که در دهان هست بیرون میاد، این ماهیچه نیست که کار اصلی رو انجام میده، نه، احتمالا در پشتش افکار و احساسات یا دل ما هم نقش داره. اگر این ارتباط رو کمی برای ما باز کنید ممنون میشم. بله، در برنامه‌های قبلی اگه یادتون باشه ما گفتیم که تقسیم بندی‌های مغز رو گفتیم. این سه قسمت اول، قسمت تعقل اینجاست، احساسات اینجاست، تکلم اینجا. سه قسمت اول قسمت ارادی هستن. وقتی ارادی هستن یعنی این که قابل کنترل هستن. ما داریم در این قسمت صحبت می‌کنیم. بله. رابطه قلب و زبان و همینطور مغز و زبان. ببینید زبان این وسط به احساسات مستقیما متصله. خب ما قسمت ارادی رو گفتیم که مغز، بله، این مغز و قلبه. بین مغز و قلب ارتباط هست. ببینید ما اگر حرف نزنیم هم تو دل ما فکر میکنیم، هم تو دل ما حرف میزنیم، هم تو دل ما احساس میکنیم. به همین نسبت ما تو مغز ما هم حرف میزنیم، هم احساس میکنیم، هم چی میگن حرف میزنیم، فکر میکنیم، فکر میکنیم، احساس میکنیم، حرف میزنیم، هم در مغز هم در زبان. بین این دوتا از طریق شبکه های عصبی ارتباط هست. فرقی که این وسط هست اینه، ما در غلاطیان میگه که مسیح در متی اشاره میکنه به این که اگر یه ظرفی از درون تمیز بشه بیرونش هم تمیزه. به فریسیان برمیگرده میگه یه قبور سفید شده، یعنی اینکه شما از بیرون خودتون رو تمیز کردی از درون کثیف هستید. و میگه که ظرفی که از درون تمیز باشه بیرونش هم تمیزه. این دقیقا اشاره میکنه به مسئله قلب. اینجا هدف مسیح اشاره به قلبه، برای اینکه قلب رو خدا هدف گرفته. چرا؟ آنچه که در قلب تفکر میشه از قلب بیرون میاد، از درونه. خب ولی آنچه که در مغز تفکر میشه از بیرونه. ما در مغز از طریق حواس پنجگانه هر چی رو که اتفاق میفته، از دیدن، چشایی، شنیدن، از لمس،
مخصوصا با زبان، اینا همش چیزایی هست که از بیرون میاد، ولی آنچه که در دل از دل تولید میشه. برای همین میگه که اگه درون رو پاک بکنی بیرونتونم پاکه. بنابراین نه اینکه فقط دل مقصود خدا باشه، مغز هم مقصود خدا هست. خدا میگه به تازگی ذهن صورت خود را تبدیل بده، یعنی اینکه این ذهن خودتون رو مرتب هی تازه کنید، هی روش کار کنید، مرتب این رو تمیزش کنید. به همون نسبت هم میگه که دل خودتون رو پاک کنید، تمیز بکنید. میگه مرد خوب از خزینه دل خود چیزای خوب بیرون میاره و مرد بد از خزینه دل خودش چیزای بد بیرون میاره. بنابراین آنچه که در دل هست همون به بیرون میده. ببینید، ما اگر برای هر مطلبی بین 4 تا 7 روز ساکن بشیم در این مطلب، فکر بکنیم، این یا به شکل عمل یا به شکل حرف خودشو میزنه بیرون. ما چیزی در علم نداریم بگیم که از دهنم پرید، اتفاقی نیست. این از نظر مغزی، از نظر اکتشافاتی که کردن، تحقیقاتی که انجام دادن، امکان نداره اتفاقی بیفته بیرون. این روش بیشتر از بین 4 تا 7 روز فکر شده. وقتی بین 4 تا 7 روز فکر میشه، حافظه تشکیل میده. همون حالت در مغز، در دل ما، تو دل ما فکر میکنیم، حافظه داریم، احساسات داریم. به همون نسبت در مغز ما این دوتا هم با هم در ارتباطن، برای اینکه درون و بیرون هستش. حالا این 3 قسمت اول مغز که گفتیم، تعقل اینجاست، ما با حواس 5 گانه میگیریم، اینجا احساس میکنیم اون رو و اینجاست که به زبان میاریم. به همون نسبت در دل میگه که زبان از زیادتی دل حرف میزنه. بله. به همون نسبت که زبان از زیادتی مغز حرف میزنه. بنابراین این دوتا یک ارتباط بسیار نزدیک دارن، مخصوصا که زبان عضوی هست که به احساسات مستقیم متصله. جالب. این قسمت هست که مغز و دل ارتباط دارن. جالب. خیلی ممنون که این ارتباط رو توضیح دادید. بله. و بیشتر میتونیم در این رابطه صحبت کنیم. خارلیز عزیز، میخواید یک استراحت کوتاهی بکنید؟ همچنین شما دوستان بیننده کماکان منتظر هستیم، اگر که تونستیم با ما تماس بگیرید و در بحث ما شرکت داشته باشید. پس میریم یا برنامه رو نگاه میکنیم و برمیگردیم. رسید صبح امید دمید، مجد آن را که در این سال حیات نویاب نیه به نور مسیحاش پرستار آمد. ای همه خلق جهان و ای همه پاک دلان، شکر ایزد به زبان، همه گویید و سرایید به نام صبحان. کایت رحمت نوباز پدیدار آمد، کایت رحمت نوباز پدیدار آمد. تازه گردید جهان در و دشت هست جوان، گل نو گشت عیان به تسلی دل غم زده کن. به مداوای تن خسته بیمار آمد، در فراغ شب عید دیده گرگش سپید، عاطفم داد نوید که هوا رو فضای است و نسیمم بسای. ابر نیسان به چمن باز گوهر بار آمد، ابر نیسان به چمن باز گوهر بار آمد. نوروز وزید روز فیروز رسید، صبح امید دمید، مجد آن را که در این سال حیات نویاب نیه به نور مسیحاش پرستار آمد. دور آزادی ماست، نوبت شادی ماست، وقت آزادی
یکی از این سه و یک در سز اسرار آمد یکی از این سه و یک در سز اسرار آمد دایر نور مسیحاش پرستار آمد به مداوای تن خسته بیمار آمد ابر نیسان به چمن باز گوهر بار آمد یکی از این سه و یک در سز اسرار آمد خب دوستان عزیز شما کماکان بیننده برنامه همراه با شما هستین و امروز بحث ما در رابطه با قدرت زبان هست. قبل از اینکه بحث ما رو ادامه بدیم ممنونیم از شما عزیزانی که برای ما تبریکات سال نو فرستادید. افسانه عزیز ممنون از شما برای تبریکات سال نو، همچنین از سیمین عزیز که تبریک سال نو گفتن و همچنین برای بیننده‌ای که باز پیغام فرستادن سلام به خواهر عزیزم روزیتا و مهمان گرامی خواهر لوئیس. تا زمانی که خداوند روح پاکش هست زبانمان هم تحت تسلط و هدایت قرار خواهد گرفت. مارکو از ایران، خیلی ممنون از شما برای این جمله زیبایی که گفتید. خواهر لوئیس عزیز چقدر جمله زیبایی واقعا گفتن در تایید صحبت‌های شما. واقعا اگه روح پاک خدا باشه میتونه زبان ما تحت تسلط باشه، که مطمئنم در این رابطه بیشتر شما صحبت میکنید. خب خیر ما داشتیم در رابطه با ارتباط زبان با فکر و دلمون صحبت میکردیم و همچنین در رابطه با فکر کردن. اگه میشه مبحث رو یه مقداری بیشتر برای ما باز بکنید و اگه آیات دیگه هم هست برای ما بیارید. 100%. امثال 15:28 میگه که دل مرد عادل در جواب دادن تفکر میکند. این آیه به نظر کامل مشخصه که منظور چی هست. برای اینکه زبان رو درست استفاده کنیم اول احتیاج داریم فکر کنیم. در اول برنامه آیه رو خوندیم، گفتیم که زبان حکیمان علم را زینت می‌بخشد. در واقع زبان حکیمان، یعنی حکیم وقتی میگیم ما منظور کسایی که به درست از زبان خودشون استفاده میکنن. میگه شخصی که درست زبانش رو استفاده میکنه دانش و معرفت خودش رو درست ارائه میده. در واقع خیلی راحته که ما دهنمون رو باز بکنیم هر چی که تو فکرمون رو بریزیم بیرون، این خیلی راحته. اما انضباط و کنترل شخصی و همینطور حکمت به کار میبره که ما کلماتی رو که بجاست و مثمره و درسته به زبان بیاریم. همینجوری هر کلمه ای رو میشه گفت. بعضیا حتی برای ورزش، نمیدونم شنیدید یا نه، برای ورزش، برای اینکه کالوری بیشتر مصرف کنن، حتی شروع میکنن در حین چیز حرف زدن یا خوندن، میگن این هم اضافه میکنه. اگه بخوام اینجوری به عنوان کالوری مصرف کالوری مصرف کردن استفاده کنیم، دهنو باز میکنه هرچی دلمون میخواد میگیم. ولی این واقعا همت میخواد که کسی بتونه انضباط بده خودش رو، که فکر خودش رو تربیت بکنه، زبان خودش رو تربیت بکنه که بتونه درست و مثمر ثمر حرف بزنه. برای اینکه ما بتونیم درست صحبت بکنیم، کلام خدا انگشت روی یک ریشه میذاره که این ریشه و منبع حرفامون در واقع قلبمونه. کلام خدا انگشت رو میذاره روی قلب. گفتیم که آنچه که بیرون میاد از قلب، میگه که زبان از زیادتی دل صحبت میکنه. اینو در متی 12:34 اینو میگه. این چی هست؟ گفتیم که هرچی اینجا خیلی فکر بکنیم میدیم بیرون، حالا یا با عمل یا با حرف، که بیشتر البته یعنی هر دو میتونه باشه. به همون نسبت هرچی اینجا فکر میشه، گفتیم دل حافظه داره، دل حرف میزنه، دل فکر میکنه، دل احساس میکنه، دل حکمت داره، دل فیضم توش هست، همه چی تو دل هست. انگشت میذاره کلام خدا روی ریشه. ما میگه در متی 7:20-23 رو اگر مطالعه بکنیم، میگه که شما از میوه هاشون اینا رو میشناسید. منظور درخت رو میگه. انسان ها، شما اینا دهن که باز میکنن، هر کسی یه صحبتی میکنه شما میتونید بفهمید تو دلش چی میگذره یا تو فکرش الان چی میگذره، چون که زبان، اون سخنان زبان نشاندهنده وضعیت قلبی و وضعیت فکری شخص هستش. رو همینه که کلام خدا انگشت میذاره، میگه اینا رو از میوه هاشون. میوه نشاندهنده ریشه است. ریشه ای که در ما عمل میکنه قلبمون هست. ببینید شما چیزی که سیب تولید میکنه،
سیب هیچ وقت نمیاد گلابی تولید بکنه مگر اینکه پیوند زده بشه. حالا خب میان تازه گلابی نیست، ما بین این دوتا هست. پیوند رو بذاریم کنار، ما بیایم اصل رو صحبت بکنیم. هندونه تولید میکنه، بادنجون تولید میکنه، نعنا تولید میکنه. انتظار دیگه غیر این نمیشه داد. آنچه که در قلب من و شما میگذره، آنچه که اینجا هست ما تفکر میکنیم، همون رو تولید میکنیم. و کلام خدا میگه که از زیادتی دل، زیادتی این کلمه که طرف میگه که دلم پره، میخوام حرف بزنم. وقتی که صحبت میکنه از چیز میبینی که چه چیزایی پره، تازه میسنجی وزنش میکنی میفهمی از چی پره. شرایط قلبی ما نشون میده که ما چه جور انسانی هستیم. و این شرایط قلبی رو چطور میشه دید؟ ببینید شخص تا صحبت نکنه چطور میشه فهمید که چند مرد حلاجه؟ به قول معروف ما تو فارسی این رو میگیم. شما دهن که شخص باز میکنی میتونیم حکمت، معرفت یا کمیش زیادیش رو بفهمیم. با زبان هست که ما شناخت حاصل میکنیم. حالا خب رفتار تأثیر داره، ولی اگه رفتار خالص باشه ممکنه 50% به ما اطلاعات بده، ولی اگر این رفتار با زبان همراه باشه 100% به ما اطلاعات میده، بیشتر میتونیم بشناسیم. باز در امثال سلیمان 27:19 میگه که چنان که در آب صورت به صورت هست، همچنان دل انسان به انسان. اینجا در واقع مسئله آینه رو داره اشاره میکنه. در کلام خدا میگه که کتاب مقدس رو به شکل آینه اشاره میکنه. آینه، ما در آینه کلام خدا هست که میتونیم خودمون رو بشناسیم. و اگه قلب ما رو با معرفت خدا تربیت نکنیم، تصویری که از خودمون خواهیم داشت تصویر غلطی خواهد بود. کلمات ما خالی و ببخشید پوچ خواهد بود یا شاید بی‌معنا باشه. زبان تربیت نشده در واقع مثل اسبیه که وحشی باشه و به هر طرفی لگد پرتاب میکنه. نمیدونم این فیلمای کابوی قدیما نشون میدادن برای اینکه اسبی رو رام کنن چطور صف میچسبیدن به اون زینه اسب و این بالا مینداخت پایین مینداخت به هر طرف. اسب وحشی تا بخوان رامش کنن واقعا زحمت میبره، طرف دنده میشکنه، دست و پا میشکنه. و زبانی که کنترل نداشته باشه در واقع تشبیهش به همینه. من یه ضرب المثل یادم هست، میگه که نمیدونم مال کدوم کشوره، ولی در یه کتابی سالها پیش خوندم، میگه که یک قصه، یه داستان یا یه شایعه، یه صحبتی که میشنویم، میگه پا نداره که روش واستیم، اما بال داره که به دور دورا و به بالا بالاها پرواز میکنه. جالب. این خیلی جالبه، هیچی نداره که شما بتونید پایه‌ای روش بنا کنید، ولی چقدر سریع پخش میشه یهو دیدید که به همه جا را، مخصوصا هم الان با رسانه‌های گروهی و با این سایت‌های مجازی و اینا که خیلی سریع‌تر این بالش تندتر داره واقعا خبرها رو میبره. یعنی این خیلی جالبه که مواظب باشیم چطوری این اسب وحشی رو به قول معروف رام بکنیم. من سال‌ها پیش یه تابلویی داشتیم، خیلی سعی کردم اتفاقا تو اینترنت بتونم اینو پیدا کنم، هر چی زور زدم نتونستم، در هر حال نشد، ولی براتون توضیح میدم. ما یه تابلوی داشتیم تو خونه که زبان رو به شکل اسب کشیده بود، زین اسب در واقع، و یه مهار گنده از این افسار خیلی کلوف به این گذاشته بود و صفر اینطور میکشید. و جایی که بود، آیه‌ای که درش بود، همون مسئله یعقوب رو اشاره کرده بود که چطور رام بکنیم زبان رو، که چقدر سخته و کار میبره این قضیه. و واقعیت امر هم همینه، بدون اینکه کنترلی باشه، یک عضله ای هست که استخون نداره، خیلی راحت میچرخه، به خاطر اینکه برای جویدن باید استفاده بشه، برای تنطق، برای کلام، تکلم باید استفاده بشه. اینطوری خدا ساخته، یک وسیله مفیدیه، ولی این چقدر وحشی میتونه باشه و کنترل این چقدر کار میبره. رام کردن، این اولین جایی که در واقع ما باید شروع بکنیم برای رام کردن این زبان، خود زبان نیست، قلبه. قلب رو باید انگوش بذاریم که اینو باید با کلام خدا این رو به اصطلاح تربیتش بکنیم. در امثال 16:23 میگه دل مرد حکیم دهان او را عاقل میگرداند، یعنی اینکه از دهان او کلمات عاقلانه و حکیمانه بیرون میریزه و میگه علم را بر لبهایش میافزاید. ببینید چقدر قشنگ
صحبت میکنه اینو. خب ما وقتی کلام خدا رو مطالعه میکنیم و اونو جزئی از زندگی روزانمون انجام، یعنی جزئی حساب میکنیم، جزء زندگی روزانمون میشه، همین کلام خدا، مطالعه کلام خدا تغییر و تبدیل در زندگی ما ایجاد میکنه و باعث میشه که ما پند و اندرس های درست رو هم بدیم هم بگیم و مثل خدا صحبت کنیم. خدا چجوری صحبت میکنه؟ آیا غیر از اینه که کلام خدا تماما پر از پند و اندرزه؟ کلماتیه که حیات بخش، زنده است، حیات میده، زندگی ما رو عوض میکنه. پتروس رسول در رساله اولش 4:11 میگه که اگر کسی سخن گوید مانند اقوال خدا سخن گوید، یعنی مثل خدا حرف بزنه. و اشعیا اینو فهمید و بابت اونم شکرگزار بود، برگشت گفت که خداوند یهوه زبان تلامیز را به من داده است تا بدانم چگونه خستگان را به کلام تقویت بخشم. این روشی است که خدا استفاده میکنه برای چقدر عالی، چقدر آیات زیبایی. بله. چقدر نکات مهمی رو شما عنوان کردین خواهر لوئیز در رابطه با استفاده، تأثیری که افکار ما و احساسات ما داره روی زبان ما. من در رابطه میخواستم یک سوالی بپرسم خواهر لوئیز. درسته که ما بایستی سعی بکنیم همونطور که شما گفتید روی زبانمون کار بکنیم، مخصوصا روی دلمون، ولی حقیقتی که هست که ما بالاخره در زمانی که تعلیم و تربیت میشیم یک تأثیراتی رو هم از والدین و نوع تعلیم و تربیتی که والدین نسبت به ما دارن میگیریم، یا از اطرافیان و هم کلاسی ها یا هم سن و سالا. این چطوری میشه؟ چه تأثیراتی میتونن والدین ما در زمان تعلیم و تربیت ما روی زبان ما داشته باشن؟ و چطوری میتونیم با این به قول انگلیسی ها دیل کنیم، با این چطوری میتونیم کنار بیاییم؟ بله، ببینید اولین نمونه ای که ما میگیریم، شما یه نوزاد کوچیک چند ماه رو حساب بکنید، حتی 2 ماهه، از 2 ماهگی شما با بچه هر مدلی فرم دهنتون رو بگیرید، اینا میبینید که سعی داره انجام بده، میخواد فرم دهن رو بده. خب پدر مادر، مخصوصا مادر که بیشترین وقت رو با بچه داره تو ماهای اول یا سالهای اول، نمونه بسیار قوی هستن برای بچه. هر مدل شما این درخت رو به قول معروف چیزی رو که میکارید، هر مدل شما بارش بیارید، میوه‌ش هم خواهد بود. ما نه تنها از پدر و مادر میگیریم، ما از بچه، از هم مدرسه یا هم کلاسی هاش، هم بازی هاش، از دور و ور، خواهر برادر، از محیط بی اندازه تأثیر پذیر است. من اینطور میخوام بگم، ما تا آخر عمر این تأثیر پذیری رو داریم، مخصوصا روی زبان. حالا بچه هایی که به سن نوجوانی میرسن، در یه محیطی میفتن یا میبینی الفاظی رو استفاده میکنن، کلماتی رو میارن تو خونه که تو خونه صحبت نشده. دقیقا. هیچ وقت مثلا حالا یا فوشه یا یک ابرازیه یا یک فرم خاصیه که میبینید دستاشون یه جور خاصی میکنن، سرشونه رو یه مدلی نگه میدارن یا میخوان یه فرم خاصی دست رو تو جیب میکنن، اینا ادا و اطوارهاییه که از محیط دارن میگیرن و میخوان حرفای هم سن و سال یا هم گروهی خودشون رو تقلید کنن. این مسئله تقلید، الگو گرفتن، خاصیت مغز ماست. مغز ما خاصیت نیوروپلاستیسیتی داره. کلمه نیوروپلاستیسیتی چیه؟ نیورو یعنی سلولای مغزی، پلاستیک، پلاستیسیتی یعنی تغییر پذیری. چطور پلاستیک کش میاد و شما میتونید با حرارت اونو به همه چی تبدیل بکنیم، ما هم وقتی که تو زبان به حرارت داغ میشیم ما هم میتونیم همه مدل این کلمات رو برگردونیم، برای اینکه مغز ما این قابلیت رو داره، ما میتونیم تغییر بدیم. ما تغییر پذیر هستیم و میتونیم تغییر بدیم. این خاصیت انسانی به شکل دیفالت یا به شکل برنامه ریزی شده مغز ما اینطور هست. اینه که کلام خدا میگه به تازگی ذهن صورت خود را تبدیل بده. اینجا عوض بشه، اینجا عوض بشه، صورت ما، منش ما، کلمات ما، رفتارامون، حتی نیتهای قلبی ما، چیزایی که مخفی فقط من میدونم و خدا، هیچ کس خبر، حتی اونها جایگزین میشه، تغییر میکنه. اینه که این مسئله رو که اشاره کردید بسیار مهمه. انسان تأثیر پذیره، بچه ها مخصوصا بسیار تأثیر پذیرن. این مهم هست به عنوان والدین، اگر آمادگی نداریم پدر مادر بشیم، بهتره یه خورده دست نگه داریم، برای اینکه بچه بزرگ کردن
بسیار مسئولیت بزرگیه و این خیلی مهمه ما چی تو دل بچه میکاریم، ما چه چیزی رو صحبت میکنیم. من یه آیه رو اشاره کردم در متی 12 گفتیم، میگه که زبان از زیادتی دل حرف میزنه. ببینید ما هر بچه یک هویتی داره. من قبلا در شناخت فرزندان این مسئله رو اشاره کردم که اگر دوستان بخوان میتونن، این قابل دسترس هست در یوتیوب در همین برنامه‌های همراه با شما. خیلی مهمه این مسئله که ما در ابتدا اون الگوی اصلی که خدا برای زبان گذاشت، خدا زبان رو برای برکت گذاشت، برای چیزهای مثبت گذاشت. وقتی که گناه وارد شد زبان عوض شد، ما تغییر این رو در زبان آدم دیدیم، جایی که خدا بهش گفت آدم این چه کاری بود که فوراً گفت اینی که تو بهم لحن رو متوجه شدید یک همراه با حرکت بدن و اون فرم چیز لحن صحبت عوض شد. اینی که گفت این از استخوانی از استخوانم، گوشتی از گوشتم، یعنی عین خودمه، یهو میبینی جدایی احساس کرد، یهو ترس رو احساس کرد، یهو حقارت تغییر کرد، یهو اون چیزی رو که خدا به شبه او آفریده این رو پایین آورد، جدایی اتفاق افتاد. همه اینها در نتیجه گناه عوض شد. افکار ما مخصوصا بیشترین صدمه علاوه بر اینکه به رابطه خورد، به وجود ما خورد، به روی زبان ما اثر گذاشت. ما اولین منشأ رو اینجا میبینیم. اولیش که ترس بود، خودشون رو قایم کردن. دومش برگش گفت که اینی که مثل من به قرین من آفریدی این داد به هم خوردم، نخواست مسئولیت قبول بکنه. بنابراین زبان خیلی وسیله مهمی هست که چطور استفاده میشه. چرا این مسئله رو میگم؟ مسئولیت داریم ما که چی در دل بچه میکاریم. برای اینکه کلام خدا میگه بچه رو میگه که در کودکی تا کودک هست او رو تربیت بکن که اون تربیتی که شما دادینش تا پیری فراموش نمیکنه. اون 6 سال اول بسیار حیاتی هست برای بچه ها. خیلی مهمه که چیز درست، اگر اون 6 سال اول تو خونه ما این بچه ها رو درست، یعنی ریشه درستی بندازن، بیرون از مدرسه که بیرون از خونه وقتی وارد مدرسه بشن الفاظی رو که اونجا نمیدونن، خیلی وقتا بچه ها چیزایی رو که اصلا معنیشو نمیدونن چون بچه دیگه ای از پدر مادر یا از برادر خواهر شنیده، مخصوصا خب فوش اکثرا بله. حتی معنیشو نمیدونه، میاد تو خونه میگه این رو، یهو یه شوک میاد به سیستم پدر مادر که این چی شد، این چیز ما نبود. یا شاید هم در خیلی از موارد خانواده ها خود پدر مادر ها هستن اینو میگن، بچه گریه میکنه از رو عصبانیت چون که خستن، بیخوابی دارن، نمیتونن از نظر عصبی این رو نمیکشن، یا میبینی فوش میدن یا غر میزنن. خب این درست زبان نداره ولی بچه چشم و گوش داره، جلوتر از اینکه حرف بزنه اول میبینه، اول میشنوه. بنابراین هر چی رو که میبینه و میشنوه اینها میشه جزو اون حافظه، این اون چیزی میشه میگه تا زمان پیری بیرون نمیره ازش، مگر فیض خدا، مگر روح القدس، کمک روح القدس، اونم ما بخوایم. همینجوری روح القدس نمیاد عوض کنه. اگر من از روح القدس نخوام، از خدا نخوام، تا زمانی که دوست دارم این زبان رو به شکل غلط استفاده کنم، خب چطور خدا عوض کنه؟ درسته، این کاملا درسته. اتفاقا من این چالش رو با پسر خودم که به زودی میشه 6 ساله دارم که هر از گاهی میاد و یک سری کلمات یا اصطلاحاتی رو میگه که ممکن ما اینو بهش یاد ندادیم. درسته. بعد میفهمیم از همسن و سالاش یاد گرفته و لازم به تذکر هست. قبل از اینکه برای تنفس بریم، پس اگر این بحث رو تا اینجا رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، شما در رابطه با تعلیم و تربیت گفتید که مهمه که ما 6 سال اول سرمایه‌گذاری درست بکنیم، ولی اگه به دلایلی حالا والدین نتونستن اون تربیت درست رو از بچه انجام بدن، امیدی هست که اون بله. اطلاعاتی که در ضمیر ناخودآگاه بچه ذخیره شده با یک سری کمک های تخصصی عوض بشه، سیستم فکری و زبان بچه. من این رو به چالش میکشم در مورد زبان، شاید چالش بکشین یک تنفسی بکنین که چالش بهتر بکشین. دوستان عزیز شما هم با ما همراه باشید، میان برنامه رو نگاه میکنیم و دوست خواهیم داشت که باز کماکان شما با ما در تماس باشید یا پیامک های بفرستید و در بحث ما شراکت داشته باشید. پس با ما باشید. Thank you.
خب دوستان عزیز، در ادامه بحثمون هستیم در رابطه با زبان و خرلویز عزیز به آیات بسیار مهمی در رابطه با زبان اشاره کرد و اینکه چطوری افکار و احساسات ما ارتباط مستقیمی داره در نوع گفتار ما و اینکه ما اون چیزی که در دل داریم بالاخره به زبان میاریم و اینکه زبان از زیادتی دل صحبت میکنه و کمی هم اشاره کردیم به نوع تعلیم و تربیت و تاثیر همسالان که بر نوع گفتار و تفکر ما از زمان کودکی تاثیر داره. خب خواهر لویز عزیز، ما در این رابطه کمی صحبت میکردیم و شما میخواستین منو به چالش بکشید. در رابطه با این صحبت میکردیم که تعلیم و تربیت بچه ها، شما میگفتید که تا 6 سالگی خیلی مهم هست نوع گفتاری که با اونها داریم، نوع تعلیم و تربیتی، و صحبت در این بود که اگر که بعضیا نتونستن این نوع تعلیم و تربیت درست رو دریافت بکنن در زمان کودکی، برای بعدش برای این افراد امیدی هست؟ بله، 100% امید هست، مضاف به این که همیشه ما کمک روح القدس رو داریم. باید اینو اشاره بکنم، گفتم به چالش میکشم این قسمت رو، میخوام به چالش بکشم. همه امکانات خدا در اختیار ما گذاشته. در رساله پتروس میگه آن چرا که برای دینداری احتیاج داریم خدا از ما دریغ نکرده، چون که ما رو محض کلمه حق تولید کرده. بنابراین هر چی رو که ما برای درست زندگی کردن احتیاج داشته باشیم هست. کلیدش یه جاست، تا خودمون نخواهیم خدا انجام نمیده. زمانی رو که شخص از زبان بد، حالا ما چون صحبت ما در مورد زبان هست زبان رو بگیم، نحوه فکری، چون گفتیم هر چی فکر میکنیم ممکنه به زبان بیاریم، یا تو دل هر چی فکر میکنیم به زبان میاریم. تا زمانی که خودمون نخواهیم این زبان، این عضو رو بدیم دست خدا که تربیتش بکنه، هر از گاهی میلغزیم، بیشتر وقتا میلغزیم. گاهی وقتا عادتهایی هست، مثلا حالا چطور بگم، یکی هیجان زده میشه یک کلمه رو استفاده میکنه که کاملا غلطه و یا کثیفه یا زشته، ولی چون این عادت شده درش نمیتونه اینو آزاد بشه، ایمانم میاره درست میشه، ولی این تکه کلام میمونه. مثلا قسم خوردن، من بارها شده حتی یکی دو نفر رو در روز تعمیدشون شاهد بودم که یک کلمه رو گفتن که اصلا ربطی نداشت و قسم بود. حالا نمیخوام اسم ببرم و این نشون میده که اینها چه قلعه های فکری از عاداته. و خودش زد زیر خنده، یه نمونش طرف خودش گفت ببخشید این عادته. خب چرا این مونده بعد از ایمان؟ برای اینکه خودش نداده این رو، ناخودآگاه، این چون عادت هست، این به شکل عادت همینطور روی زبون قل میخوره و میفته بیرون، دهن که باز میشه قل میخوره میفته بیرون. زمانی اینها عوض میشه که ما با روح القدس در اون تولد تازه، در اون ثمره روح که نه تا هست، ما با روح خدا همکاری بکنیم که این عضو خطرناک رو رامش بکنه، چون من و شما قادر نیستیم این رو رام کنیم. ما قلعه های فکری رو با مشاوره و اینا میتونیم در دراز مدت درست کنیم، ولی زبان رو فقط با مشاوره نمیتونیم. میدونیم، آگاهی داریم این کلمه بده، این کلمه درسته، اینو میشه اینجا استفاده کنیم، آگاهی داریم، ولی چون زبان عادت کردیم، مثلا محیط ساکته، برای اینکه از ساکت بودن، از سکوت رو دوست نداریم، یه چیزی بگیم همینطوری یه چیزی میگیم بدون فکر کردن، چون زبان این قابلیت رو داره. رو زبان یه خورده بیشتر کار میبره و اراده خود شخص خیلی تاثیر داره در این مورد. بله، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم، شما اشاره به عادت کردین. خب ما میدونیم که وقتی که به مسیح ایمان میاریم صاحب یک طبیعت تازه میشیم، ولی به نظر میاد خب طبیعت کهنه ما هم کاملا از بین نمیره، هرچند که ما نسبت به اون خودمون رو مرده میانگاریم. خب ممکنه برخی از این عادت‌ها از همون طبیعت کهنه هست که بیرون میزنه. یک سوال دیگه هم هست. بعضی وقتی یک کلمه زشتی از ذهنشون برمیاد، به وقت میگن شیطونه منو قلقلک کرد اینو بگم، یا شیطونه تو قلبم گذاشت. یکم کلمه شیطون رو گاهی وقتا ما حالا دانسته یا نادانسته به کار میبریم. حالا سوالی که من دارم اینه که تا چه اندازه ما چیز ناشایسته که به زبان میاریم ممکنه به خاطر عادت باشه از طبیعت کهنمون، تا چه اندازه‌ش هم واقعا ممکنه تأثیری باشه از حالا عملکرد شیطان در زندگیمون، یا شیطانی اصلا هست شیطانی یا نیست؟ ببینید، در این که شیطان وجود داره شکی نیست، ولی شیطان روحه، شیطان مخلوقه، ما با خالق در تماسیم. وقتی که
خب ما هم مخلوقیم، اونم مخلوقه، شیطان هم مخلوقه، ولی خدا خالق ماست. ما کمک خدا رو داریم که سر هست بر شیطان. حالا خب بر اساس غرور خودش خواست بیاد جای خالق بنشینه، ولی عملا که نتونسته جای خالق بشینه. واقعیت امر اینه، شیطان از زبان ما بیشترین استفاده رو میکنه برای اینکه ما رو به ضد خودمون به قول معروف برانگیزون یا به ضد دیگران. یعنی این کلمه از زبان خیلی استفاده میکنه برای کوبیدن، برای زخمی کردن دیگران و اینکه خودمون رو لعنت بکنیم. شما مسئله ای رو اشاره کردید که چقدر عادت، چقدر از شریره. اولا که هر چیزی رو نمیتونیم بگیم از شریره، اونم اینقدر برنامه های گنده داره که به ضد خدا بخواد بلند شه که نمیاد سر هر چیز کوچیکی وقت تلف بکنه و ما رو قلقلکمون بده. اینو نمیتونم بگی شیطان قلقلکم ده، ما همچین چیزی نداره. اینها اون عادت ها هستن که باعث میشه. عادت ها اینها قلعه های فکری هستن، این به قلب نیست، اینها در مغزه، در لایه های مغز به شکل تصویر و صدا. من باز در برنامه های قبل در مورد همین تربیت ها، در مورد تربیت فرزندان، در مورد حتی خودمون، روابط مثلا چطور همسر خودمون بشه، اینا رو توضیح دادم. گفتیم در مغز ما علاوه بر این سلول های مغزی، چیزهای چربی و حالا اون فیزیکیشو بذاریم کنار، ما دو تا چیز داریم، در واقع سه تا. یه صدا هستش، یه تصویر، احساساتی که به این صدا و به این تصویر وصله. خب هر صدا و تصویر یه احساس بهش وصله. این احساس بر اساس آنچه که در ما کاشته شده، تصویری که دیدیم یا صدایی که شنیدیم، در لایه‌های مغزی ما، در مدارهای مغزی ما به شکل اینکتیو، فعال و غیر فعال، این داره کار میکنه. هر چقدر این عادت قوی تر، مدت طولانی تری در این به اصطلاح عادت بودن، ریشه کن کردن اون سخت‌تر. اما غیر ممکن نیست، ممکنه. برای بعضی ها زودتر، برای بعضی ها دیرتر. تکنیکی هست به عنوان اینکه شما مغز رو دیتاکس بکنید، به اصطلاح سمزدایی بکنید، که این بین 21 روز طول میکشه، منتها سایکل 21 روز داره، دوره های 21 روز، بین 7 تا 21 روز طول میکشه شما یک عادتی رو بنا به ریشه عادت که تا چه حد این ریشه قوی هست. هر چه قوی تر این دوره های 21 روز بیشتر، ولی امکان پذیر هست. ما میتونیم این قلعه های فکری رو بکنیم، یک عادت بد رو ورداریم، عادت خوب رو جایگزین بکنیم. منتها چون انسان موجودی ارادی، موجودی هست که تعقل میکنه و تفکر میکنه و به زبان میاره، چون موجودی خلاق هستیم ما، این زمانی اتفاق میفته که ما بخوایم این رو انجام بدیم. همه اینها بستگی به این داره که ما چقدر بخوایم آزاد بشیم از پس در واقع ما باید همکاری بکنیم. و اینطور که از صحبت شما فهمیدم، اگر که حالا این 21 روز یا اون دورانی که احتیاج داریم که اون عادت خوب رو جانشین بکنیم، این عادت جانشین بشه، یک جوری در واقع در رو میبندیم برای اینکه شیطان هم بخواد از این فرصت استفاده بکنه و افکاری رو در ما ایجاد بکنه، افکار منفی. درست هست؟ 100%. حالا شما در مورد افکار منفی گفتید، من میخوام یک مطلبی رو از رساله اول پتروس بگم. میگه که رساله اول پتروس 5:8 میگه هوشیار و بیدار باشید، زیرا دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. درسته. ببینید یک نقطه کلیدی هست اینجا، میگه ابلیس می گردد، یعنی در جستجو می کنه، هر کسی رو نمی ره سراغش، هر کسی نمی تونه بیاد بگه او شیطان قلقلکم داد. من یه خود فان چی میگه، مزاح، به شکل مزاح و شوخی شاید، یا با قول شما به عنوان اصطلاح شاید بشه این رو استفاده کرد، ولی میگه که ابلیس میگرده، میطلبه تا ببله. ببینید گفت که گردش میکند، کسی را میطلبه تا ببله، یعنی او صرفا نمیتونه هر کسی رو ببله. اگه چنین بود تا حالا همه ما بلعیده شده بودیم. تا حالا این یه واقعیته. در جستجوی کسانی است که
کلمات ویرانی و چیز رو، یعنی در واقع زبان خودشون رو در اختیار میذارن که اینها به اصطلاح شیطان بتونه ازشون استفاده بکنه. من میخوام یک مطلبی رو از کوانتوم فیزیک بگم اینجا. شما مسئله منفی رو اشاره کردید. ببینید این یک اصل علمی البته شده. الان نمیدونم تا چه حد شما یا بینندگان عزیز راجع به کوانتوم فیزیک میدونید این رو. کوانتوم فیزیک در واقع علم ذرات هستش، اگه بخوام درست بگم این رو، ذراته. یعنی قبلنا میگفتن که خب این هوا، حالا درست ما نمیبینیم ولی این هوا هیچی تهی نیست، درش ذرات هست. اینا رو با چشمای مسلح به اصطلاح با تلسکوپ های چیز و با میکروسکوپ های قوی میتونن ببینن این رو، ذرات رو، و این الان ثابت شده. چیزی که در کوانتوم فیزیک هستش اینه، به شما اینو میگه، میگه که دیدن این رو و مشاهده کردن محققینی که، دانشمندانی که روی این قسمت کار میکنن، در واقع اینها کوانتوم فیزیسیست، اینا فیزیک دانان کوانتوم هستن، فیزیک کوانتوم، فیزیک ذرات. اینها یک آزمایشی انجام دادن، دیدن که اتم ها، اتم، خب تا چند سال پیش فکر میکردن که اتم کوچکترین ذره هست، ولی الان دیدن که در درون اتم نوترون و پروتون هستش، کوچکتر از اون هم هست، که اینها در درون اتم اینا در حرکت هست. این خیلی چیز جالبیه، برای اینکه این کشف در واقع یک انقلابی در مسئله منشأ حیات ایجاد کرد. نمیدونم شنیدید مسئله ذرات خدا که همین دو سال پیش، پارسال در واقع، شاید نزدیک دو سال پیش، آزمایشی رو در سوئیس انجام دادن، در برن سوئیس که بین ایتالیا و چیز اون تونلی که درست کردن. در هر حال میخوام این رو بگم که میگه اتم ها، نوترون ها و پروتون ها نسبت به کلمات انسانی واقعا واکنش نشون میدن و این رو به چشم مسلح دیدن، به شکل عینی اینها دیدن که وقتی که اتم ها بهشون صحبت میشه، صحبت مثبت میشه، اینا هیجان زده میشن، در داخل اتم شروع میکنن به حرکت کردن و دیدن که اینها واکنش مثبت به کلمات مثبت میدن و دیدن هم حتی که اگر کلمات منفی صحبت بکنی اینها یه حالت بیجان و لاشه‌ای بگیم، بی حرکت وامیستن. این بسیار مهمه، چون که ما میدونیم هر چیزی که موجودیت داره، وجود داره، موجودیت اتم توش هست. شما در محیط هر چیزی که موجوده، کوچکترین ذرهش بری، اتم هست توش، پروتون هست، نوترون هست. میگه که اینها بنا به آنچه که گفته میشه مثبت یا منفی عکس العمل نشون میدن. خب این یه اصل علمیه، یه حقیقتیه که مسیح هزاران سال پیش، قبل از اینکه انسان کوانتوم فیزیک رو کشف بکنه، این مسئله رو گفت که اگر به کوه بگید، که اگه به ایمان به کوه بگید از اینجا منتقل شو، به دریا افکنده شو، میشه اگر به ایمان سوال بکنید. یعنی که در زبان ما مسئله مثبت منفی بودن این اقتدار هست، ما این رو داریم. بله، خیلی ممنون خیرلوئیز عزیز برای اینکه تا به این لحظه مطالب بسیار مهم رو گفتین. یک استراحت مجدد دیگه میکنیم همچنین شما دوستان عزیز و خوشحال میشیم بعد از میان برنامه در ادامه بحث ما با ما همراه باشید. در دنیای امروز تلفن‌های همراه هوشمند و اینترنت بخشی بسیار مهم و جدایی ناپذیر را در زندگی‌های ما تشکیل می‌دهند. اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که در عصر ارتباطات هر روزه با اینترنت سر و کار دارید و از طریق کامپیوترهای شخصی، تلفن‌های هوشمند و یا لوح‌های الکترونیکی با دنیای خارج ارتباط برقرار می‌کنید، خبر خوشی برایتان دارم. خوشحالیم تا به اطلاع شما برسانیم که از این به بعد نه تنها از طریق وایبر بلکه از طریق اسکایپ هم می توانید با برنامه‌های زنده همراه با شما ارتباط مستقیم برقرار کنید.
برای تماس از طریق سکایپ کافی است تا نام سات 7 پارس را در قسمت جستجو تایپ کرده و با برنامه‌های زنده همراه با شما ارتباط برقرار کنید. دوستان عزیز، بحثمون رو با خرلویز عزیز ادامه میدیم. در رابطه با افکار صحبت میکردیم، قبل از اینکه برای تنفس بریم کمی در این رابطه صحبت میکردیم که چقدر عادتهای ما میتونه تأثیر بذاره در نوع افکار و نوع کلماتی که به زبان میاریم، و خرلویز میگفتن که میتونه یک دوره 21 روزه کار کردن روی عادتهای ما چقدر مؤثر باشه. و همچنین خرلویز خیلی چیز علمی جالبی شما گفتید در رابطه با تأثیری که سخنان ما میتونه روی اتمها بذاره، نه تأثیرات مثبت و منفی، که خیلی اطلاعات علمی جالبی بود. خب خرلویز عزیز، پس بحثمون رو با شما ادامه میدیم. بله، میخوام یک آیه، دو تا آیه در واقع از امثال دوباره بیارم، چون که گفتیم کتاب امثال سلیمان پر از آیاتی هست، مثلهایی هست که در رابطه با استفاده درست از زبان صحبت میکنه. خیلی قشنگ میگه زبان عادلان نقره خالص است، سخنان پسندیده چون شان عسل هست، برای جان شیرین، برای استخوانها شفا دهنده. خیلی جالبه وقتی که ما یاد میگیریم که زبان خود رو به دست خدا بدیم، یاد میگیریم که عاقلانه از زبان استفاده بکنیم، یه شیرینی هم برای جان ما میاره، برای اینکه میگه برای استخوان‌ها شفا است. یک میدونید که در علم پزشکی این یک واقعیت، بین 87 تا 97% بیماری‌ها بیماری‌های فکری هستش. بله، و یه درصد خیلی کوچیکی در واقع یه چیز واقعا فیزیکی هستش و همش از فکر سرچشمه میگیره. و این چقدر مهمه که وقتی که بدن در یک وضعیت درستی هستش، در شفا قرار داره، در شیرینی قرار داره، برای اینکه یاد میگیریم که چطور با روحی فروتن حرف بزنیم و کلمات غیر ضروری رو به کار نبریم، چون این کلمات مسموم نه تنها شخص مقابل رو مسموم میکنه، ما رو هم، وجود ما رو هم مسموم میکنه. پولس رسول در رساله کولسیان و همینطور در افسوسیان، این دوتا آیه رو میخوام بگم، کولسیان 4:6 و همینطور افسوسیان 4:29 میگه سخنان شما همیشه با فیض باشد، اصلاح شده به نمک، تا بدانید هر کس را چگونه جواب باید داد. و یا در افسوسیان میگه که هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای نیکو بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند. چرا این رو میگه؟ اولا میگه که شیرین صحبت کنید، این که میگه اصلاح شده به نمک، نمکین صحبت بکنید، حالا اگه شده یه شوخی هم توش بذارید، یه خورده جوری صحبت بکنید که جلب توجه شنونده رو داشته باشه بکنه. و سخنان شما با فیض باشه. فیض چی هست؟ فیض یعنی اون لطف و مرحمت خدا، یعنی اینکه با محبت، با لطف، با چطور بگم، لطف بهترین کلمه ای که میتونم استفاده بکنم برای این مسئله فیض، میگه توش لطف و مهربانی باشه، توش شیرینی باشه. چرا؟ چون اونجا خواهید دونست که هر کس رو چطوری جواب بدید. یا اونی که در افسوسیان میگه که هیچ سخن بد از دهان شما نیاد، میگه بلکه به حسب حاجت برای بنا، میگه اونقدری بگید. ما تو فارسی یه جمله جالبی داریم، میگه کم گوی و گزیده گوی. یعنی چی؟ یعنی تفرید، افراد و تفرید، چه؟ نه، حاشیه نرو، حاشیه نرو، درست اصل مطلب، اون چیزی رو که مورد نیاز هست صحبت بکن. پولس رسول اینو داره میگه، میگه چرا؟ تا شنوندگان رو فیض رساند، یعنی اون شخصی که میشنوه بهره‌مند بشه از این قضیه. ما اگر در این از نظر زبان در یک خط درست با خدا، در رابطه با خدا قرار بگیریم، زبانمون رو بدیم به خدا که استفاده درست بکنه ازش، نه تنها کلمات ما دلپذیر خواهد بود، بلکه میتونیم سوالاتی رو که از ما میپرسن میتونیم جواب بدیم. پتروس رسول به این مسئله اشاره کرده در اول رساله اولش 3:15 میگه که تا اون سبب امیدی رو که دارید از شما بپرسن، شما قادر باشید اینها رو جواب بدید.
بنابراین جواب درست حکمت میخواد. شما هر جوابی رو به هر چیزی نمیشه داد، برای هر سوالی جواب مناسب اون هست. اگر درست ببینید وجود ما، ما فکر ما رو، دل ما رو، زبان ما رو، احساسات ما رو بدیم به دست خدا، همه اینها در یه خط درست قرار میگیره، کج معوج نمیشه، در یه خط درست در رابطه با خدا و همینطور در رابطه با مردم خواهیم بود. خیلی جالبه خیلی، شما اشاره کردیم به حکمت و رساله یعقوب هم جالب تاکید میکنه به این موضوع که اگه کسی واقعا حکمت میخواد از خدا بطلبه و خدا میده. بله. و اجازه بدید من دو سه تا آیه از رساله یعقوب باب سلام در راستای صحبت شما در رابطه با حکمت که میگه آن حکمتی که از بالاست پاک است، صلح‌آمیز، ملایم، نصیحت پذیره، سرشار از رحمت، همون چیزی که شما گفتیم، و ثمرات نیکو و بری از تبعیض و ریا. و خیلی جالب از وقتی که ما واقعا حکمت میطلبیم از خدا، اون حکمتی که خدا میده درش همین ملایمت و بردباری و شفقت در صحبت‌های ما هم انعکاس پیدا میکنه و به گفته شما تشخیص میدیم چه زمانی چه چیزی رو بگیم. پس به نظر میاد ما باید بیشتر جویای حکمت باشیم از خدایی که میتونه حکمت رو به ما عطا بکنه. اما آخر لویز عزیز، بیننده خواستم ما یک آیه رو بخونیم و ما به احترام ایشون از امثال سلیمان باب 11 آیه 11 میگه که از برکت صالحان شهر سرفراز میشود، از دهان شریران سرنگون. خیلی ممنون از بیننده بجا و چقدر حکیمانه، چه آیه درستی رو هم انتخاب کردن. میگه که حکیم خانه خود رو بنا میکنه، زن حکیم. در مورد زن حکیم اینو صحبت میکنه. میدونید که زنها قلب خونه هستن، به همون نسبت زنها قلب شهر هستن، قلب مملکت هستن. و حکمت در اصلش میدونید که کلمات در عبری جنسیت دارن، بعضی از زبان‌ها مثل زبان‌های آشوری، مثل زبان عربی یا آلمانی، اینها هر کلمه جنسیت داره، مؤنث مذکر داره. ما تو فارسی این رو نداریم. حکمت میدونید که مؤنثه، کلمه‌ای که برای حکمت استفاده میشه مؤنثه. میگه زن حکیم خانه خود را بنا میکنه و واقعا این درسته که شخص صالح، شخص حکیم، اصلا یه شهری ازش منفعت میبره. ممنون از بیننده عزیز. خیلی ممنون، خیلی نکته خوبی رو گفتم. خیلی لوئیس، درست هست که ما باید این حکمت رو داشته باشیم در برخورد با دیگران و در صحبت، کلماتی که استفاده میکنیم و صحبتایی که میکنیم. ولی وقتایی هست که ما انسان هستیم، بالاخره ضربه هایی تو زندگی میخوریم، به هر حال دلخوری ایجاد میشه نسبت به شخصی. و خب مثلا من ممکنه وقتی شما رو میبینم دلم پره از یک سری مسائلی که تو زندگیم پیش اومده یا از یک بدی که در حق من کرده. آیا در اینجا حکمتی که در موردش صحبت میکنید ایجاب میکنه که من اون درد دلم رو با شما در میان بگذارم، یا اینکه باعث در اینطور شرایط سکوت بکنم و سعی بکنم فراموش کنم و هیچ صحبتی در این رابطه نکنم؟ ببینید، زبان رو خدا به یه دلیلی داده. در بیان هر چیزی یک حکمتی هست و یک شفایی توش هست. کلام خدا در همون رساله یعقوب میگه نزد یک دیگر به گناهان خود اعتراف کنید، میگه گناهان رو اعتراف کنید. ولی مسئله درد دل، اولا که انسان نیاز داره حرف بزنه، در این هیچ شکی نیست، ولی سفره دلشو کجا خالی میکنه خیلی مهمه. پیش هر کسی نمیتونیم ما درد دل بکنیم، برای اینکه اگر میخوایم حرف ما بین خودمون بمونه، خب باید کسی رو پیدا بکنیم که مطمئن باشه، بدونیم که به اصطلاح دهنش لغ نیست. جریان همون ضرب المثل میگه که یه داستان، یه درد دل پا نداره که روش واستی، ولی بال داره، میتونه دور دورا پرواز بکنه و بالا بالا ها پرواز کنه. واقعیت امر اینه که کجا سفره دل ما رو باز میکنیم خیلی مهمه. اگر شخصی احساس میکنه که حتما باید صحبت بکنه، اگر جایی رو پیدا نمیکنه، کسی مطمئن رو پیدا نمیکنه، هیچ کس مطمئن تر از خدا نیست. بره به حضور خدا، سفره دلش رو به خدا خالی بکنه، آروم که گره بیاد. اما اگه بعد از اینکه این چیزو باز احساس کنه که میخواد صحبت بکنه، که من مطمئنم در این مورد اصلا آروم میگیره. حالا اگر فرض ما بر این که آروم نگیره، کس مطمئنی رو پیدا کنه. اکثرا خب در کلیساها مشاورین داریم. مشاورینی هستن که اینا مطمئن، نه اینها جواز دارن از طرف دولت. اینه که نمیتونن مسائل خصوصی هر کسی رو، حتی مسئله خصوصی بچه رو، بچه های زیر سن نه ولی بچه های سن بالا رو که تینیجر به نوجوانی میرسن، حتی به پدر مادر نمیگن تا
تا این حد نگه میداره، مگر اینکه احساس کنن زندگی بچه در خطره. در شرایط خیلی حساس یا به پلیس یا به دکتر یا به مددکارهای اجتماعی میگن یا به پدر مادر میگن. در غیر این صورت این بین خودشون میمونه. روانشناسا اینا همه مسئولیت شغلی دارن، اینها سوگند شغلی یاد کردن و در این حال در شرایط شغلیشون جزء شرایط اینه که نمیتونن حرف هر کسی رو هر جایی بگن. بنابراین اگر کسی احساس میکنه که باید درد دل بکنه، باید بره درد دل بکنه، منتها پیدا بکنه که چه کسی رو. هر کسی مناسب شنیدن درد دل نیست. انتخاب درست خیلی مهم است. بله. خیلی ممنون خرلویز عزیز. میخواید بحث ما رو با شما ادامه میدیم؟ بله. ما در مورد این گفتیم که وقتی که انسان زبان خودش رو به دست خدا میده، خدا چطور حکمت میده که بتونه جواب درست رو شخص بده. اگه ما قلب خودمون رو با کلام خدا تربیت نکنیم یا به اصطلاح تمرین نکنیم در حضور خدا، قادر نخواهیم بود ما از ایمان ما دفاع بکنیم. ما در زمانی زندگی میکنیم که این زمزمه که خدایی وجود نداره، البته بعد از پیدا کردن ذرات خدا الان بازم بین این دوتا خیلی فاصله چیز شده، خدا رو شکر وجود خدا مسلم هستش الان در واقع برای خیلی از این فیزیکدان ها. ولی کلام خدا میگه که ما قادر نخواهیم بود از ایمان خودمون دفاع بکنیم و نخواهیم فهمید که حتی چطور فروتن بشیم. اما وقتی آیات رو ما مطالعه میکنیم، نه تنها جواب درست رو خواهیم داد، بلکه مقبول خدا میشیم. پولس رسول در دوم تیموتائوس 2:15 میگه که و سعی کن که خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نمیشه و کلام خدا رو به خوبی انجام میده. وقتی ما در دستای خدا وقتی اجازه میدیم خدا از ما درست استفاده کنه، میدیم خودمون رو میسپاریم به خدا و به روح القدس و مطیع کلام خدا میشیم، در واقع کارهایی که انجام میشیم میدیم شرم و خجالت بر ما نمیاره و در اطاعت رشد میکنیم و کلام خدا رو میگه به خوبی انجام میدیم، یعنی درست انجام میدیم. اگر هر کار کوچکی هم به ما بسپارن، چون وجدانن میخوایم مطیع خدا باشیم، اون کار رو به نحو احسن انجام میدیم. همطور که ما به پر کردن قلب خودمون از حکمت خدا ادامه میدیم، باید یاد بگیریم که به آنچه که میگیم و چقدر میگیم اونم توجه داشته باشیم. چون میگه کم گوی و گزیده گوی. گاهی وقتا ما پرحرفی زیاد میکنیم، حاشیه زیاد میریم. حالا بنا به شخصیت و به جنسیت هستش، خانم ها پر حرف ترن، آقایون کم حرف تر، ولی خب استثناءات هست. همیشه گفتیم انسان نسبیه، ما فرمول نداریم، آقایونی داریم که اصلا دست خانم ها رو از نظر پر حرفی پشت بستن، یا برعکس خانمایی رو داریم که در کم حرفی نمونه هستن. بنابراین تعادل در صحبت کردن خیلی مهمه. چقدر میخوایم صحبت بکنیم مسئله هست. گاهی وقتا میخوایم یه خورده مثلا پیش اومده در یه جمعی هستیم، میخوایم یه خورده پوز بدیم، میخوایم خودمون مثلا زرنگ جلوه بدیم، میایم یه حرفی رو میزنیم که اصلا نه تنها زرنگیمون رو نشون نمیده، درست نقطه مقابل، ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، مجبورم بگم، این نادانی رو در واقع نشون میده. که امثال سلیمان میگه مرد احمق نیست، چون خاموش باشد او را حکیم میپندارن. برای ما بهتره که کمتر صحبت بکنیم تا اینکه پرحرفی بکنیم. درسته. و من تو کلام هم جالب هست که رساله یعقوب باب 1:19 به همین موضوع اشاره میکنه. که چقدر مهم است که ما در شنیدن تون باشیم، در سخن گفتن سست و در خشم آهسته. خیلی واقعا بعضی شخصیت ها خب این تیپی هستن. حالا شخصیتشون این تیپیه، زیاد حالا حرف میزنن، یا اینکه شخصیت های عصبی دارن، یک کمی زودتر از کوره در میرن. این با این موضوع شخصیت باید چیکار کرد؟ خب شخصیت رو هر کسی یک استعدادی داره، یک چیزی داره که درونیه، مال خودشه، برای کس دیگه این نیست. اگر پدر مادر این پتانسیل ها، این استعداد ها رو خوب تشخیص بدن، اتفاقا همون حرف زدن زیاد به نفعشون میشه، برای اینکه این افراد سخنرانان خوبی هستن. اینا کسایی هستن که انگیزه ایجاد میکنن برای یک جمع. در سخنرانی ها هیتلر
شما میدونید که دنیای زمان خودش رو مجذوب صحبت کردن خودش شد کرد، یا وینستون چرچیل با همین جذبه سخنان خودش تونست ارتش عظیم بریتانیا رو به پیروزی بکشونه، علارغم همه فقری که افتاد، علارغم مریضی که در ارتش شد، علارغم اینها تونست استفاده کنه. اگر پتانسیل شخص تشخیص داده بشه اتفاقا چیز خوبیه، چیز بدی نیستین. یا اون شخصی که عصبی هست، خب باید ریشه اونو پیدا بکنه. نمیتونیم لزوما بگیم که شخص عصبی پرحرفه، نمیتونیم این رو. شخص عصبی زود از کوره در میره، خشم خودش رو نشون میده و در خشم کلماتی رو صحبت میکنه، لزوما اونی رو که داره به زبان میاره همونی نیست، پشت اون ریشه های دیگه است که باید ریشه یابی بشه. ولی برای پرحرفی باید تشخیص داد که این شخص تو چه زمینه استعداد بیشتری داره. بله، خیلی ممنون. خیر لوئیس، فکر کنم 3-4 دقیقه مونده تا پایان برنامه. اگر مطالبی در انتهای برنامه دارید ممنون میشیم بگید، و همچنین میدونیم که این بحث رو ما جلسه بعدم ادامه میدیم و دوستان عزیز شما میتونید اگر سوالاتی رو در ذهن دارین برای جلسه بعد بپرسید از خیر لوئیس، و اگرم بگید حدودا در چه رابطه در جلسه بعد صحبت میکنه ممنون میشیم. بله، باز در رابطه با قدرت زبان ما این رو ادامه خواهیم داد. مسئله سوء استفاده از زبان، استفاده درست از زبان، چطور زبان رو رام بکنیم، چطور در حضور خدا بتونیم این رو بیشتر و بیشتر توسعه بدیم و بهبود بدیم، راجع به همه اینها صحبت خواهیم کرد. در چیز من فقط میخوام یه جنبندی که بکنم، یه حرف میخوام این رو بزنم که علاوه بر چیزهایی که گفتیم، این که هرچی بیشتر پرحرفی بکنیم درون خود رو بیشتر نشون میدیم. روی این مسئله کم گوی و گزیده گوی و با حکمت صحبت کردن بیشتر فکر بکنیم و خودمون رو انضباط بدیم که از زبان خودمون درست استفاده کنیم. توی یک هفته ای که داریم یک مشق تمرین درسی بدیم به بیننده های عزیز که توی این هفته که فاصله میفته بین این دوتا برنامه رو خودتون تمرین بکنید. خوشحال میشیم که نتیجه مشقتون یا تمرینتون رو هم اگر موفق بودید در این مورد با ما در میون بذارید. پس تمرین این بود که ما سعی کنیم زیاد حرف نزنیم. بله. بله و درست از زبان درست خودمون درست است. و خیلی جالب است که توی امثال 10-19 هم در همین رابطه بله. میگه که بله. میگه هر چقدر زیاد حرف بزنیم احتمال اینکه دچار خطا و گناه بشیم بیشتر هست، لو بدید و اینکه خودمون هم لو بدید. بله. بله چقدر مهم است که واقعا بله. حکیمانه عمل کنیم. خیلی ممنون خواهر لوئیس عزیز برای مطالبی که گفتید. سوالات زیادی هم هنوز هست که ما اینو در جلسه بعد صحبت میکنیم، مثلا اینکه از سوالاتی که فکر میکنم برای بینندگان هم سوال خواهد بود که ممنون میشیم در جلسه بعد بیشتر باز کنید، در رابطه با این آیه از امثال بود که شما گفتین که در زبان ما قدرت حیات هست و همچنین قدرت موت و حیات، موت و حیات. و اینکه این دقیقاً به چه مفهومی هست، اینم مقوله‌ای هست که حتما در جلسه بعد مطمئنم شما بیشتر در این رابطه توضیح میدید. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از برنامه امروز استفاده لازم رو کردین، تا حدی تونستین جواب برخی از سوالاتتون رو پیدا بکنید. کماکان خوشحال میشیم که در طول هفته با ما در تماس باشید و اگر سوالاتی دارید مطرح بکنید، و همچنین اگر موضوعات دعایی هم دارید حتما در اختیار ما قرار بدین و ما با تمام قلب برای شما دعا میکنیم. پس الان میریم میان برنامه رو نگاه میکنیم و برمیگردیم در خدمت شما باشیم در رابطه با دعاهای شما دوستان. پس با ما باشید.
خب دوستان عزیز، وقت دعاهای شماست. بیننده عزیزی یک پیغامی رو فرستادن که ممنون از شما، گفتین تشکر فراوان از خواهر لوئیز بابت این برنامه بسیار زیبا و حکیمانه. خداوند با شما باد. خیلی ممنون خواهر لوئیز، منم همزمان با ایشون از شما تشکر گرمی میکنم برای برنامه خیلی عالی و مطالب مهمی که گفتید. خب دوستان عزیز، میخواییم بر روی دعاهای شما تمرکز کنیم، همینطور هم میخواییم در انتهای برنامه برای این سال جدید دعا بکنیم و میخواییم که شما هم با ما متحد بشید و اگر که مسائل یا نیازهایی دارید که واقعا میخواهید که خدا در اون شرایط تو زندگیتون مداخله بکنه و جواب بده طبق احتیاجتون و طبق اراده اون، میتونیم با هم متحد بشیم و در این رابطه هم دعا بکنیم که در این سال بتونیم برکات بیشتر و جدیدتری از خداوند تجربه بکنیم. فرنوش عزیز خواستم برای حل مشکلاتشون با همکارانشون دعا بکنیم. علیرضای عزیز برای برکت مالی و هموار شدن راه مهاجرتشون. افسانه عزیز درخواست برکت کردن به طور کلی. پاییز از ایران برای ایمانشون. شهین از ایران میگه خیلی زود ناراحت میشوم، لطفا برام دعا کنید. ملیحه عزیز برای انجام اراده خدا در زندگی خودشان و خانوادهشان. خدیجه عزیز برکت مالی، رفع ضرر مالی شوهرشان و درست شدن وضعیت ایشان. و همچنین سحر عزیز درست شدن اقامتشان و حل مشکلاتی که با آنها روبرو هستند. پس متحدن برای این عزیزان دعا میکنیم. خداوند از تو ممنون هستیم برای این فرصت، از تو ممنون هستیم که برای عمر مجددی که به ما دادی که در این بهار تازه میتونیم با کمک تو روزهای زندگیمون رو دوباره پیش ببریم. از تو ممنونیم برای تک تک عزیزانی که اسامیشون در اینجا عنوان شده، تک تک عزیزانی که در نظر تو بسیار با ارزش هستن و نیازهای اونها مهم هستن برای تو. دعا میکنیم برای مشکلاتی که فرنوش عزیز با همکارانشون داره، نمیدونیم دلیل این مشکلات چی هست خداوند. اگر که قسمتی هست مربوط به فرنوش عزیز، میخوایم که اون حکمت لازم رو به فرنوش عطا بکنی، بدون چطوری با همکارانش برخورد لازم رو انجام بده. همچنین برای علیرضای عزیز دعا میکنیم برای برکت مالی و مسئله مهاجرتشون. خداوند میخواییم طبق احتیاج مالی این برادر عزیز برای ایشو و خانوادهشون تو مهیا بکنی و همچنین برای موضوع مهاجرت اون چه که هست به حضور تو میاریم خداوند. اگه دری قرار هست باز بشه در اراده تو میخواییم که در این قسمت هم مداخله بکنی. برای درخواست برکت در زندگی افسانه، خداوند نمیدونیم چه نوع برکتی رو میخوان، ولی واقعا میخوایم که تو طبق اراده ات زندگی اونو در قسمتی که باید برکت لازم رو بدی. برای ایمان پاییز عزیز دعا میکنیم، که کمک بکنی در قسمت ایمان تقویت بشه ایمانش با کمک تو. برای شهین عزیز که میگه زود ناراحت میشن، دعا میکنیم برای خواهر عزیزمون و این موضوع زود رنجش رو به حضور تو میاریم خداوند. اگر که نیاز هست ریشه یابی بشه، بدونن دلیلش چی هست، میخوایم که واقعا به ایشون کمک بکنی یا شخص مناسبی رو سر راه ایشون بذاری تا با کمک تخصصی اگه لازم باشه و همچنین با کمک روح تو بتونه در این قسمت بر این مشکل غلبه پیدا بکنه. برای انجام اراده خدا در زندگی ملیحه عزیز و خانوادهشون دعا میکنیم ای خداوند. میخواییم که اراده تو که اراده عالی و نیکو هست و بسیار فراتر از آن چیزیست که ما فکر میکنیم در زندگی این خواهر عزیز و خانوادهشون عملی بشه. برای برکت مالی خدیجه عزیز دعا میکنیم. برای رفع ضرر مالی شوهرشون خداوند، میخواییم اون ضررهایی که شده، اگر که حتی در حق ایشون ظلمی شده یا ناحق بهشون ناحقی شده، خداوند اینو به حضور تو بلند میکنیم و میخواییم که تو در این قسمت واقعا برکت لازم رو از نظر مالی به اینها عطا بکنی و همچنین برای درست شدن وضعیتشون هم دعا میکنیم. برای درست شدن اقامت سحر عزیز دعا میکنیم و برای حل مشکلاتی که با اونها روبرو هستن، خداوند واقعا این موضوع اقامت رو به حضور تو بلند میکنیم و همچنین برای مشکلاتی که دارن خداوند، و باز میخواییم که اراده تو در زندگی سحر عزیز و در زندگی تک تک این دوستان عزیز انجام بشه خداوند. همچنین تک تک بینندگان عزیز رو با تمام موضوعات و آرزوها و درخواستایی که دارن برای سال جدید به حضور تو بلند میکنیم خداوند، و میخواییم که
در این سال جدید بار دیگه شاهد انجام اراده نیکوی تو در زندگی تک تک ما باشیم. خداوندا میدونیم که هر کدوممون مسائل و مشکلاتی داریم و ممکنه مواقعی در زندگیمون احساس میکنیم که حتی ممکنه تو هم در اونجا حضور نداری، احساس تنهایی میکنیم، ولی میخوایم که این امید رو در قلبهای ما بار دیگه در این سال زنده بکن که تو در زندگی ما حاضر هستی، حتی اگر که شرایطی در زندگی ما پیش میاد که طبق میل ما و طبق خواسته ما پیش نره، وقتی به دستای تو میسپاریم ایمان داشته باشیم که اراده تو که عالی و نیکوست انجام خواهد شد و تو بهترین ها رو برای مایانی که فرزندان تو هستیم در نظر داری. پس خودمون رو و این سال جدید رو به دستای تو میسپاریم، در نام مسیح میطلبیم. آمین. 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 بله لیزار، اگر درست خونده باشم، لیزار از افغانستان کابل خواسته که برای او و خانوادش که در شرایط سختی زندگی میکنن دعا کنیم. سیروس از ایران برای برکت مالی و ارتباط با خانوادش بر طبق اراده خدا. جاله از لندن برای سردردهاش. مریم از ایران برای داشتن حکمت و تشخیص در خداوند به اصطلاح درخواست دعا داشتن. افسانه از ایران دعا خواستن که از روح خدا پر بشن برای سلامتی و روح و روان عزیزانش و برکت و آرامشش دعا کنیم. خانم اسکندری از ایران درخواست دعا داشتن. مریم از استرالیا برای ایمان آوردن محمد، علی، مشتبه و مصطفی. همینطور محمد از ایران برای شفای کمردرد مادرش. خداوند تو رو شکر میکنیم به نام پسر یگانه تو. از فرصت استفاده میکنیم در این سال جدید برای فارسی زبانان چه ایران، چه افغانستان، چه کشورهایی که فارسی صحبت میکنن. خداوند میخوایم که تو حقیقتا ردای شادمانی رو به این عزیزان بپوشونی. امسال سالی باشه که شادمانی از خونه ها بلند بشه، صدای آمین. خنده بلند بشه. خداوند برکت مالی تو بر خانواده ها ریخته بشه. کشور عزیز ما ایران رو تو بلند آمین. کنی امساله خداوند. و این نوروز بودن حقیقتا چیزی نو در زندگی بیننده های عزیز ما بیاره. خداوند برای لیزار عزیز، برای خانوادش حقیقتا شفا برای او، آرامی برای او، آرامش در این شرایط سخت دعا میکنیم خداوندا. برای سیروس عزیز دعا میکنیم تو وسیله‌ای رو فراهم بکنی با خانوادش بتونه ارتباط داشته باشه و قلک این برادر رو تو برکت بدی. آمین. سردرد جاله عزیز رو میگیم در نام عیسی مسیح شفا پیدا کن. به مریم عزیز میگیم که حکمت و تشخیص رو بپوشی. به نام عیسی مسیح خداوند تو رو به حکمت و به تشخیص بپوشونه. افسانه عزیز رو دعا میکنیم که حقیقتا از روح خدا پر بشه و همینطور که خواسته برای سلامتی روح روان عزیزانش، برای برکت، برای آرامش. خداوند حقیقتا برکت و آرامش رو میفرستیم به خانواده افسانه، به دور و بریاش که از طریق خود افسانه تو این برکت و آرامش رو بیاری برای این خانواده ها. خانم اسکندری رو بلند میکنیم به حضور تو. خداوند حقیقتا دعا میکنیم که برکت مالی بدی این عزیز رو و شفای روابط بدی خداوند، که این عزیز در جایی که هست مثل نور بدرخشه. دعا میکنم خانم اسکندری رو تو از قوت به قوت منتقل بکنی خداوند. دعا میکنیم برای مریم در استرالیا که اسامی رو که برده اینها ایمان بیارن. حقیقتا دعا میکنیم نجات وارد دل محمد، علی، مشتبه و مصطفی بشه. و دعا میکنیم برای محمد برای شفای کمردرد مادرش. در نام عیسی مسیح شفای تو رو میفرستیم به کمر این خواهر. همه این دعاها رو در نام پسر یگانه ای تو میکنیم. آمین. 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 ایمان داریم خدا طبق ارادش دعاهای ما رو جواب میده. و اما دوستان عزیز، باز یادآور میشم که اگر از اروپا برنامه ما رو مشاهده میکنید، در طول این هفته فقط یک ساعت برنامه های ما از وقت عادی زودتر شروع میشه. و اما تکرار برنامه امروز رو میتونید فردا که سه شنبه هست به وقت ایران 3 عصر و تکرار مجددش رو روز چهارشنبه 3 بامداد مشاهده کنید. فردا هم در خدمت شما خواهیم بود با برادر عزیزمون کیوان و موضوع برنامه در رابطه با گناه و رستگاری است. پس تا روز دیگه شما رو به دست خداوند بسیار عالی و نیکو میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما باشه. شبتون بخیر. زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه
تو قلبای هر کدوم ما، خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه، میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سفیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید.